عقیلی، حسینی، باید مواظب باشن بچه ها. توی بازی قبلی هم ما زیاد بازیکنانمون روی زمین سر میخوردن. لیون گرای لی چونگ یونگ چادری شماره شش از تیم کره لی یونگ دای دوباره حرکت تیم کره خطرناک به نظر میرسه. خط دفاعی جمع میکنه با حرکت محمد نصرتی. تیموریان خطا، همین که یاران ما صاحب توپ میشن انگار این کره ها هستن که فضا رو به یاران ما نمیدن. تاکتیکی که قرار بود یا استراتژی که قرار بود ما داشته باشیم. من از این بالای ورزشگاه میبینم که هنوز هم تماشاگران ایرانی در حال ورود به ورزشگاه هستن، در حالی که نیمه اول تقریبا داره تموم میشه. پارک یه فرصت خوب برای تیم کره، موقعیت برای لی چونگ. لی چونگ هنوز صاحب توپه، توپو میفرسته اما نه، خط دفاعی ایران اجازه کار به این بازیکن نمیده. لی چونگ یونگ بازیکن 22 ساله یه تیم کره. کوجا چهل خطایی نیست و کار دنبال میشه. کم تعدادیم در خط حمله، هم خلعت بری هم رضایی هستن هم انصاری فر، در واقع تقریبا میشه گفت یه جورایی در حمله 4-3-3 ایم، اما کم تعدادیم. یه موقعیت خطرناک، نصرتی سرش رو جلوی پای بازیکن حریف میذاره و توپ رد میکنه. باز هم یه سانچ که البته به قصد گل این توپ فرستاد که خودش مستقیم به گل بره اما نشد. ببینید نگاهش نگاه خوبی بود به دروازه ایران، اما ضربش دقت کافی رو نداشت و اینجا میبینید که اتفاقی نیافتاد. بجبان نوری با حرکت در مقابل یار شماره 17 کره لی چونگ یونگ. کورنر برای تیم قرمز پوش کره جنوبی، به تیر دو میزنن و رحمتی مشت میکنه و بر میگرده. لیون پیا، عقیلی، پارک خیلی داره تلاش میکنه. پارک جی سونگ که سطح تاکتیکی و توانایی تکنیکی تیمش رو بالا ببره یه تنه. لیون گرای کی سونگ یان جایوون برای چادوری، هرگز به توپ نرسید. تیم کره را میبینید 48 کیلومتر بازیکنش جمعا دویدن. چهره پژمان نوری بازیکنی که هم در مقابل کره شمالی هم در مقابل امارات خیلی خوب بازی کرد. کریم انصاری فر میره در مقابل یار شماره 3 جایوون قرار میگیره. تو در میانه میدان بیشتر نصیب کره ها میشه. لیونگ رای لی جانگ سو به اشتباه تو اون منطقه کارو میتونه تموم بکنه. عقیلی، پارک، لیونگ پیو. لیونگ پیو حرکتش رو شروع کرد. برای شماره دهشون جی دونگ وون، باز هم لیونگ پیو، دوباره جی دونگ وون صاحب تو پیشه. یار شماره ده کره، باز هم حرکت و یک کورنر دیگه به نفع این تیم. 41 دقیقه ایران 0 کره جنوبی 0.
غلط بری رو میبینم که میاد به سمت راست جا میگیره.